جناب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه کسایی که صدای ما را میشنوند، اهم از مجاهدین گذشته و کسایی که فیلحال در سرزمین های بیرون از افغانستان به حالت اجداد به سر میبرند و کسایی که در داخل افغانستان هستند، سیاسی ها باشند، غیر سیاسی ها باشند، جوان ها باشند، سلام برشان ما تقدیم میکنم. ما چون که صدایی را از برنامه شما شنیدم که جناب شما در اس هستین و برهان امیری صاحب یکی از جمله مجاهدین بسیار سابقه و با درک این موضوع شریک شدن و در جمله زیایی صاحب که شریکی موضوع شدن و از جمله قماندان های سابقه گلیدر خان در شریک شدن. پنجشیری را که ما بسیار با میبالیم افتخار میکنیم، از تاریخ 1370 به قبل مردم های داشتن که بیشتر مردم گرویده با دین داشتن، مردم های بودن علاقه با کتاب های عارف ها، با تصوف، با مذهب، با همی دیگر بسیار زیاد سر و کار داشتن، دینشان پیششان بسیار مهم بود، متعهد بودن. بنان احمد شای مسعود قهرمان خدا ببخشده شنو تانستن که از اون مردم که در ذهنیت مردم اختلاط های سیاست اثر نبود و مردم چشم باز نداشتن، بیرون از پنجره ندیده بودن، سفرهای خارجی نکرده بودن، تحصیلات بیرونی در بین پنجره جایگاه نداشت، یک سنت بسیار قدیمه در بین مردم ترویج بود، بنابراین مردم بسیار متعهد بودند. کامیابی ها از آن پنجشیر بود که به خاطر از اینکه معنویات داشتند و متعهد بودند. و پنجشیر بعد از سنه 70 که مردم رو به هجرت کردند، از سال 62 و 63 و بالاخره بعد از سنه 70 میگیم که مهاجرین بیرونی که آمدند به داخل پنجشیر، سیاست ها و روش ها و دیدگاه های مختلف از بیرون هم داخل پنجشیر آمد، مردم چشم باز کردند. چشم که باز کردند، متوجه به سرمایه‌داری شدن، دیدن که در دنیای بیرون یا بیرون از پنجشیر، دنیای بیرونش که بارد از پاکستان ایران بود، بیرون از پنجشیرش که غیر از ولایت پنجشیر بود، اینا مردمایی بودن که دیدن زندگی مرفه‌تری است، هر کس روی جمع‌آوری زندگی دنیایی متوجه شد. بعد از او جنگ برای مردم خوشایند نبود، آهسته آهسته جنگ از ذهن مردم کاسته شد و دیدن که مطالعات برای مردم پیدا شد که حرام حلال است، زندگی بیرونی مردم متوجه گپ که شد، از حالات بیرونی متوجه شدن، دیدن که وضعیت جنگی برای ما گوارا نیست که ما بمیریم دیگرا حکومت بکنن یا چند نفر حکومت بگیره. آهسته آهسته یکی به دیگه بگو، یکی به دیگه بگو، بالاخره هر کس آهسته آهسته فاصله گرفت و همزمان با احمد شاه مسعود قهرمان ملی هم به شهادت رسید. دیگه مردم آهسته آهسته از او حالاتی که پیش بودن، او حالات را ترک گفتن و رفتن به طرف یک حالات دیگری که روزگارشان را باید پیش برن، به ترقی روزگار رفتن. کوتاه میگیریم از این دیگه، بنان بعد از این او حالاتی که به پنجشیریا بود، او طریق روشی که بزرگا داشتن که علاقه مثلا به عرفانیت داشتن و با تصوف داشتن و با مذهب داشتن و با تعهدات داشتن، او موضوع آهسته آهسته از بین مردم بیرون برآمد. به دو وجه بیرون برآمد، یکی به مطالعات و آموزش سیاست های بیرونی، دوم به خاطر از این که در روزی مردم و در دیگه رزق و خوراکه و عبادات مردم هم تفاوت آمد، بنابراین مردم آهسته آهسته از او حالت پاشید. عواملی که آمدیم به این که سقوط پنجشیر، عوامل سقوط پنجشیر چند عوامل داشت، یکی معنوی داره، یکی ظاهری داره. عوامل معنویش خو عدم تقوا و پرهیزگاری و خوراک پاک و رزق حلال و ایگپا بود که برای مردم سخت تاثیر کرد که آمدن مثلا چیز مؤسسات خارجی، گروی داشتن با مؤسسات خارجی، دست دادن به شروع چپا و لجدی کردن مالای مثلا غنایم، تماما اینا دیگه چی شد در داخل پنجشیر؟ آنچه که از جهاد باقی مانده بود، هر کسی که به دستش رسید اونا را مردم چور کردن و بردن، لحاظ یک تاثیر معنوی برای مردم پیدا کرد که مردم باید دیگه مقاومت کردن نتانند در برابر دشمنشان که
دینی باشد چه غیر دینی سیاسی باشد چه مثلا نژادی باشد باید مقاومت کردن اتان. دوم عامل ظاهری داشت که عامل ظاهریش دیگه مسئله ای بود که اینا عامل ظاهریش به چند دسته تقسیم میشه. عدم مدیریت بود یک. یک مدیریت در داخل پنشیر در وقتی که مثلا اینا جور میکردن و میساختن مدیریت نبود. دوم رهبریت وجود نداشت. سیم اتحاد در مبینشان وجود نداشت. مدیریت طور مثال ما برات بگویم که انجینر علی که مدیر مثلا جنگ مردم باشه. ریگستانی مدیر جنگ مردم باشه و برنامه و تله. حالی که خودش مان رسانه ها آشکاره است که او دیگه یک مذهب یا یک عقیده چیز داشت. یک عقیده بسیار خراب داشت. از جمله عقیدهشی که میگفت که ما بچه ما تا خودم تحمیل نمیکنم که تو برو فهمیدید نماز بخوان اگر بکنم دیگه به جبر است لحاظ به جبر دیگر نیست در حالی که احادیث پیغمبر خدا را خودتان خوب مطالعه کردین و همچنان مثل تماما اختیارات دیگه دار و نادار پنشیر بعد از چند نفر بود یکی مثلا ایزدیار بود معنوی بود حفیظ منصور بود که از جمله دوستای ما است و خدا کی بود بیشتر ترباز انجینر علی بود و از او کده بیشتر همی ریگستانی بود شاید کسای دیگه هم می بودن که ما بعضیشان آشنایی نداشتیم یا خیر سر کار با اونا نداشتیم اینا کسایی بودن که در مابین مردم جامعه منفور بودن به این معنا منفور بود مثلا بسم الله خان قانونی یا کسایی بودن که حتی مردم خود رخو بازارک از اینا اطاعت نمی کردن یا تماما سرسپرده به نظام اشرف غنی و کرزی در حدی بودن که از هیچ چیزی یا دریغ نمی کردن اصلا با پنشیری ها از پنشیری گرایی بیرون برآمده بودن یا با طبقه فارسیوان ما بگویم یا می گفتن که ما حکومت نظام جمهوری دیگه دل ما هم از جان ما هم از روح ما هم از غذای ما هم است یک وقت که گپ می زد برهان امیری صاحب گپ می زد یک شبی که دو شب پیش از سقوط کابل در خانه احمد ولی مسعود اونجا بودیم گفت که دیگه تو کسایی هستن که نام دیگه امرالرساله و اشرف غنی را به بسم الله نمیگیرن با واقع دیگه یک بسیار مجلس تاریخی بود که من در اوجه برشان گفتم که شما اگر میخواین از پنشیر دفاع بکنین همین سرمایه و دارایی که دارین اینایتان را بفروشین و تذکرهایتان را در خانهایتان ببانین تابعیتهایتان را در خانه ببانین پاسپورتهایتان را ببانین برین در پنشیر مردم پنشیر که گشنه هستن با اونا مشوره کنین دیگه شکمشان را سیر بکنین پای برهنشان را پای پوش بتین تن برهنشان را لباس بتین جوانهایشان را دست بکشین در سرشان که بیاین ما شما مشوره میکنیم من مسئولیت علما را گفتم به دوش میگیریم شما مسئولیت مردمی را به دوش بگیرین اونجا مشوره میکنیم یا صلح میکنیم یا جنگ میکنیم با اتفاق میکنیم دیگه یکی سرمایه‌ای که شما در کشورهای خارج جا به جا کردین بلند منزلی که در کابل ساختین اینا چند روز پس دیگه همگیشان خارزار باقی میمانه و دیگه به هر نظام اقامت و نظام از او استفاده میکنه بنان یا بس گپ مرا خوب برشاکل که شنیدن یا نشنیدن کسی خشم گرفت و کسی نگرفت و گذشت یعنی عواملی که در اینجا وجود داشت رهبریت وجود نداشت یعنی عوامل سقوط رهبریت وجود نداشت چه رقم رهبریت ای توی کسی نبود که از مردم پنشیر رهبریت کرده بتانه احمد مسعود بود دیگه از داخل خود پنشیر و نمو ملایی که امروز مردم انگیزه میتن که شما مقاومت بکنه یعنی خود احمد مسعود شما پرسان بکنین ملای بازاره کرو خره در دفتر احمد مسعود ما آوردیم باز پرسانش بکو باز خودش شاید اگر در رابطه شیدی بگو که مولای امین الحق چه رقم بود اول کسی که در پنشیر شناخته ما بودیم به حیث ما رهبر شورا بودیم رئیس شورای ولسوالی حسی اول خود ما بودیم اول کسی که شناخته داشت ما بودیم که به خاطر یک بچه مسلمان است بچه قهرمان است مجاهد است هنوز دستش به یه با آغشته نیست و ما همون وقت برش فاماندم که آجی احمد که تو داخل صحنه میشی از کوریجین دارا دیگه استفاده نکن مردم های قلدر در پولوید نگی مردم های سرمایدار در پولوید نگی اینا را که گرفتیم ملت از پولوید میره و پرسانش بگو بگو در مسجد داشته بود بعد از نماز پیشین بین عصر پیشین شما را همی گپا را برات گفت یا نگفت وقتی یک پسان دیدم که بسدها موتر کوریجین از پشت سر عجیز زره از و دیگه از دیگه است ما گفتم یادم هم دیگه کامیابیش والله و علم است بنان ای تنها رهبریت کردن نمیتونست امرالله خان که در اینجا در میدان بودن یک بار شب جمعه شب روز پنجشنبه مریدمش که با روز یکشنبه کابل سقوط میکرد اونا به ما تعهد دادن که شش ماه حکومت سقوط نمیکنه پنشیر سقوط نمیکنه هیچ گپی نیست خب گپای جزئیاتی داشتیم که موضوع سیاسی بود با خود شهر پرسان بکنه در حالی که ما برشان با دکتر عبدالله و
امرالله صالح خان مده پنشیر وقتی که یک مسجد افتتاح میکردن برشان گفتم که شما از ملت کنار رفته، ملت از شما کنار رفته. شما دو وقت میان پیش ملت، یکی یک تهاجم فرهنگی یا دیگه تهاجم قدرت بیه در وجه شما پیش ملت میای، دومی که انتخابات باشه. در دو وقت شما میای ملت از شما دور شده، بین ملت پس از خود بکنین. دنیا از ما استقبال کرد پنشیری، دنیا از این گپ معلوم میشد که مردم همه درد داشتن. بنابرای دردهای مردم بسیار زیاد شده بود، از اینها مردم ناامید شده بودند، رهبر مردم نداشتن، میفهمیدن که ما باز جنگ کنیم جنگ به بالای ما تحمیل میشه، آینده مثلا این جنگ ما جواب دیشتیم، دیگه ما چطور دیگه بشینیم زیر دست از یا جنگ بکنیم. و عوامل دیگه ای که مثلا درجه وجود داشت که مو دیگه من میگم که عدم اتحاد ایتو بود که همه دیپوها در پیش قماندان صاحبا بود، کلش داشتن، خصوصا به مردم پایان ما بازارک را خط دیپوها تا مرز دیپوهای بسیار قوی بود، در درهم بود به یک اندازه، در خنجم بود به یک اندازه، ولی بیشتر ترش در سه جای دیگر که نام بردم اینجا بود. احمد مسعود ما گفتم که چه کار میکنی چه داری؟ گفت والا ما همی قماندان صاحبا را میگیم که دیپوها را بکشیم، میگن از پش ما بخریم باز ما برد میتیم. اونا فکر بکنی طرف مقایسه بکن بنان حالی که ما دیدیم. دکتر تاج باز یک دفعه پرسون بکن، تقریبا یا وعده کردن که 800 میل سلام و برای پنشیر میاریم از کابل بس توسط عبدالله خان و امرالله خان و میتیم برای از اینا. ما وقتی که در خانه احمد ولی مسعود پرسان کردم، اونجا باز میتونی شما از برهان امیری پرسان بکنین، یک پس ندشه از خود گلایدر خان پرسان بکنین، از دکتر تاج پرسان بکنین. گفتم دکتر صاحب تا چند میل سلام داری برای مردم در پنشیر؟ گفت که ایچی 40-45 روز تیر شد یا یک میل سلام برای مردم داده نتونستن. ما ایجا صدای صلح بالا کردم، پیش از این هم صدای صلح بالا کرده بودم، در کابل یک مجلس گرفته بود احمد مسعود، همه گی علما دست پسی نزدن که ما جنگ میکنیم استاد میشه. ما برشان گفتم که این موضوع موضوع جنگ شما نیست، این موضوع از بین رفته لاشته، دیگه موضوع موضوعی هست که باید ما دیگه مسلمان ها را دیگه بین هم از فتوای دیگه ضعیف و دانسته و نادانسته نباید بکشانیم. دروازه صلح بر روی ما شما باز است، باید ما شما از راه صلح پیش بریم. برشان اعلان کردم، باز هم دیگه اینمی اعلان ما شد که به امرای مطالبات در اینمی مرحله ارتباط گرفتن. پیام آمد در کابل بودم که خلیفت را میخواه، نایب خلیفت را میخواه، امارات را میخواهند، بر ما خط روان کردن. خب من میترسیدم به خاطر از اینکه موضوع امنیتی بسیار جدی بود در داخل کابل و خصوصا در داخل پنشیر. دیگه این رابطه را باز ما به همراه خود حاجی احمد شریک ساختیم. من دیدم که از من بیشتر خودش کارهایی کرده پیش از من. به هر حال او مربوط خودش که این میایم سر عوامل. دیگه در همی اسنایی که ما اعلان صلح کردیم، خود حاجی احمد در پشت خط بر ما نوشته کرد، کجا شاید در رسانه ها پخش شده، خودت هم دیده باشی شنیده باشی، ما خواستیم که بیا پنشیر بعد از این هم عزتش و هم غرورش و هم سرمایش از بین نروه، به یک مصالحه صورت بگیره، برخ طالبا بالا شوه، شاید طالبا به تعهدات خودشان پابندی بکنن، تعهدات خود قبول بکنن، دیگه با علما هستن، کلان رهبریتشان مردم های خوب است. دیگه بنابرای یا نه تنها که دیگه ای گپ قبول نکردن، او چند تا بیچاره بچه هایی را که انگیزه دادن یا پیسه دادن در سنگرا روان کردن. من شاهد هستم که پیش حاجی احمد رشته بودم، نفر آمد گفت که در شتل ما در قرارگاه ما نه مواد خوراکه داریم نه مواد نظامی داریم، برین گفت پیش فلانی و پیش فلانی. گفتن رفتیم بر ما نمیتن. وقتی که بر مردم بیچاره اکمال نکردن از یو طرف قضیه، طرف دربندم اکمال نکردن طرف دیگه قضیه، در اونمو حالت ما تعدادی از مجاهدین سابقه داشتیم که دزدی میکردن، کوشش میکردن که ما در چه باشیم، مالی باشیم، لوجستیک باشیم، دیجه باشیم، چیزی را دزدی بکنیم، به خیانت ببریم. دونمو حالت مردم سر نماینده بودن و سر قماندان بودن و سر لوجستیک بودن و سر قماندان قرارگاه اختلاف بود. موضوعی که پنشیره میگیرن، افغانستان میگیرن، ما چه میشیم، این موضوع پشت سر بود. قسم به خدا است که ما چی گپای حضور داشت چشم ما میگم پیش رو که دو مجلس حضور داشتم. بنان بیچاره را نموندن، چند تا قلدرا وقتی که ما قطعیش فیصله کردیم در پشت چیز ما امضا کرد، آمدن در ولایتی نمی ولایتی که امروز ماستیم، در مهمانخانه ولایتی را تلویشتن را محاکمه کردن، فشارش دادن، برش گفتن که گرگ همگی بور ملا کلگیش یک ملا هستن، چه پنشیری باشد چه قندری باشه هیچ تفاوت در بینشون نیست. بنان ایره از موضوع صلح بیرون کشیدن.
دیگه در صلح طالبه خوب پابند بودم، چند موضوع ما را قبول کردم که اینمی والی که قدرت الله بود آمده بود به همراهش 300-400 نفر در وریاج پریان، ما زنگ زدم به بالای طالبه که شما یک طرف صلح میکنی و دیگه طرف مثلا دیگه جنگ تبلش هم میکوبی، اینا را پس بگردانه، حتی نمور از وریاج برای نورستان پس گشتاندن، جنگ طلب چرا خواک ما مهار ساختم، یک شب دو شب توقف دادم به خاطر صلح. مثل ایجی واره گپای را کردیم بنان دی عوامل سقوط پنشهر از دست اینمی کسایی که آلی در خارج غور میزنن که ما ایتو میکنیم ما ایتو میکنیم، اینمی مردم ها خودشان پنشهر سقوط دارن درسته، و خصوصا یک تعداد کسایی که عقده انتخاباتی داشتن که مردم پنشهر بر اونا رای نداد، یا در ریاست جمهوری برشان رای نداد یا در وکیلای پارلمانی برشان رای ندادن، اونا عقده داشتن که ادمی این نظام سقوط میکنه، طالبان میان پنشهر که به ما نمیشه به ملت ما نشه، که ملتی که ما را نوازش نکردن ما را لبیک نگفتن باید بینام نشه. به این مناسبت وضعیت پنشهر شد خراب. دیگه آلی ما خواهشم که اگر ما پرسون بکنه که آلی پیشنهاد چی است، آلی پیشنهاد ما می است که از بیرونم ما دعوت به صلح میتمشان بیان دیگه یک زمینه را مساعد بکنن، خیر از گپ مانی از گپ یک چهار تا سیاسی دیگه زمینه را مساعد بکنن، به مردم پنشهر بگوین که شما در جایتان آرام بشینه، دیگه کس در کو نبره، در کو جنگ نکنه، مردم را بگذارن، مردم هشش به سرش بیا، شکمش یکمک سیر شوه، خانه خدا ببینه، خوار مادر خدا ببینه. دین روز ما تقریبا یک هفت نفر بندی را از بندی خانه خلاص کردیم، از داخل پنشهر و بیرون پنشهر تا از کاپیسا و پروانم بود خلاص کردیم. ببانن ما را بیم نتن که شما را میکشیم، اگر ما را بکشن ما به روز مردن ما میمریم، پیش از مردن نمیمریم، مرگ پیش از وقتش نیست. دیگه بنان به مردم توصیه بکنن، به جوان ها توصیه بکنن، رسانه را تغییر بتن. اگر طالب کار خوب کرد خب فبها و نعمه، او اهداف کل ما هم است، اهداف احمد شاه مسعود مرحوم هم بود، اهداف شما مجاهدین هم بود، اهداف ما ملا هم است. اگر کار خراب میکردن طالب ها باز وقت ما شما یک تصمیم میگیریم که دیگه با هم برابر باشیم، برابر شویم، بر حال خود شاید فکر ما کار بکنه، باز تصمیم میگیریم، اول پیشنهاد بکنیم، باز پیشنهاد نشد باز مخالفت که دیگه در توان ما بود میکنیم، نبود دعا میکنیم، به خدا تضرع میکنیم. بنان ما دیگه این موضوع رو به خودتان تقدیم کردم، به کسایی که پخش میکنین دیگه اونا باید این عوامل متوجه باشن، هیچ از طرف کسی دیگه نبوده بلکه از طرف خودشان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.